اتهام 4 نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی از جاسوسی به افساد فی‌الارض تغییر پیدا کرد. این خبر را عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران تایید کرد. او گفت در پایان بررسی و تحقیقات بازپرسی موارد اتهام برخی از این افراد تغییر پیدا کرد. مجازات افساد فی‌الارض بر پایه قوانین جاری جمهوری اسلامی می تواند اعدام باشد. یکی از فعالان محیط زیستی کاووس سید امامی در زندان به صورت مشکوکی درگذشت. مقامات زندان صحبت از خودکشی می کنند در حالی که خانواده سید امامی معتقدند که او در زندان به قتل رسیده است. محمد حسین آقاسی که وکالت برخی از بازداشت شدگان محیط زیستی را عهده دارد در رابطه با این اتهام جدید به اعدام بسست می گوید عنایت دارید که اینها 8 نفر هستند که در بازداشت به سر میبرند و همه 8 نفر تحت عنوان اتهام جاسوسی تحت تعقیب قرار گرفتن. در طول 9 ماهی که تحقیقات ادامه داشت همیشه قاضی پرونده اعلام میکرد که اونچه که بر اینها وارد هست اتهام جاسوسیه، اما بعدن در آخرین مرحله وقتی که کیفرخواست و در واقع جلب به دادرسی نزد دادستان رفت تا او رو مورد تایید قرار بده، آقای دادستان اعتقاد داشت که نسبت به 4 تن از این 8 نفر اتهام افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی مصداق داره و بازپرس هم اون رو مورد قبول قرار داد و به 4 نفر از این 8 نفر اتهام افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی. در واقع من اجازه بفرمایید که اصلاح بکنم که اینها علاوه بر جاسوسی افساد فی‌الارض بهشون تفهیم اتهام نشده، بلکه همون عملی که آقای بازپرس اعتقاد داشت جاسوسی هست و در واقع مشمول ماده‌ای هست که بین 1 تا 10 سال حبس خواهد داشت، آقای دادستان اون رو خواست که تبدیل بشه و مصداقش افساد فی‌الارض باشه. بنابراین فقط 1 اتهام هست، البته شدیدترین اتهامشون همون افساد فی‌الارض هست، درسته، و 3 نفرشون اتهام فقط جاسوسی هست، جاسوسی عادی، و 1 نفرشون هم که باز از موکلین من هست، آقای سام رجبی، در مورد مشارکت در جاسوسی و جاسوسی منع تعقیب براش صادر شد و 2 اتهام دیگر براش در نظر گرفته شده. آقای آقاسی، افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی دیگه چه جرمی است؟ عنایت بفرمایید که در مورد جاسوسی انواع مختلفی را قانونگذار در نظر گرفته. مثلا در موقعی که دولتی با دولت ایران در حال جنگ و مخاصمه هست و کسی جاسوسی رو به نحوی انجام بده که منجر به کشته شدن نیروهای خودی یا لو رفتن اطلاعاتی که منجر به شکست نیروهای خودی بشه مرتکب شد، این رو براش مجازات اعدام در نظر گرفتن، اما تحت افساد فرض. اعتقاد من اینه که آقای دادستان به لحاظ تصور این که در سطح مرکز این گستردگی وجود داره سربوده تصمیم گرفت که این عمل رو به عنوان افساد فی‌الارض در نظر بگیره و البته این یک اتهام هست. الان هم جلب به دادرسی و کیفرخواست بر همین اساس صادر شده، اما در دادگاه ممکنه که این اتهام پذیرفته نشه و مجازات دیگری برای این 4 نفر در نظر گرفته بشه. آقای آقاسی، دادستان تهران میگوید که جرم این افراد تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی است. به زبان ساده تر این افراد چه کاری کردند که باعث شده جرم اونها تغییر پیدا کنه؟ عنایت بفرمایید که در مورد جاسوسی انواع مختلفی را قانونگذار در نظر گرفته. مثلا در موقعی که دولتی با دولت ایران در حال جنگ و مخاصمه هست و کسی جاسوسی رو به نحوی انجام بده که منجر به کشته شدن نیروهای خودی یا لو رفتن اطلاعاتی که منجر به شکست
نیروهای خودی بشه مرتکب شد، این رو براش مجازات اعدام در نظر گرفتن، اما تحت افساد فرض. اعتقاد من اینه که آقای دارستان به لحاظ تصور این که در سطح مرکز این گستردگی وجود داره سربوده تصمیم گرفت که این عمل رو به عنوان افساد فعل ارز در نظر بگیره و البته این یک اتهام هست. الان هم جلب بدادرسی و کیفرخواست بر همین اساس صادر شده، اما در دادگاه ممکنه که این اتهام پذیرفته نشه و مجازات دیگری برای این 4 نفر در نظر گرفته بشه. با سپاس از همراهیتون. خواهش میکنم.